یه دقیقه ول کن اونو بگیر ازش. بده من عمو اینو دیگه. یه اینجا واسه یه دقیقه ساکت باش ببینم. رفتیم تو، گوش میکنین؟ رفتیم تو، هرچی آوردن میخورین. تو تای سفره در نیوردین کنار نمیکشین. خب کامال نصرت قبول، کادون که مال خودمونه که فیروز. خب ما دلدرد بگیریم دیم شب و بی خیال دلدرد و کادون. اگه بلای سرتون اومد با من. خب دفترچه بیمه همونو میگفتیم میآوردیم. شده کلیه همو بفروشم، خرج دو درمونتون رو بدم، این کارو میکنم. اما شماها فقط بخورین، انگلت هم نیارین. حله؟ حله. بزن قدش. بلیم بس. که باید به فردا فکر کرد درست، ولی بماند. این که چرا وقتی از فردامون خبر نداریم حرص مال دنیا رو میزنیم، البته بعضیامون، بماند. این که زندگی قشنگه و خدایی که همه قبولش داریم این همه نعمت داده تا روزگاری رو که روی زمینیم سخت نگذره، بماند. این که خیلیامون سفرمون پر از برکته، برای همین با اسم شروع میکنیم و با شکرش تموم، بمانه. ولی خودمونیم، زندگی برای بعضیا سخته. راه دور نریم. بعضیای دوروبرمونو میگم، اونایی که تنبلن و چشمشون به دست این و اونه و بدون حرکت برکت میخوان، بماند. اونایی رو میگم که زورشون رو برای نون حلال میزنن، ولی زورشون خیلی به زور زمونه نمیچربه. من و تو میدونیم همه از خاکیم، خاک سرزمینمونم پر از مهره، پس بماند. اگه بدونیم یه جایی، یه کسی، یه دردی داره، هممون یا علی رو از بچگی یاد گرفتیم، اونم مدد میکنه، پس بماند. سفرتون پر برکت. فقط یه آمین ازتون میخوام که هیچ سفره‌ای بی نعمت نمونه، حالا با یا علی تو یا یا علی من. یا علی. یا الله، یا الله.
سلام علیکم، بفرمایید. خیلی خوش اومدید. سلام عمو، قربونت برم. خواهش میکنم داداشی، حرفا چیه؟ بفرمایید. جواب ما رو نه. ای وای، بفرمایید تو رو خدا. خواهش میکنم. خواهش میکنم کسی پانش. خواهش. کسی نشسته؟ خب چرا نشستی؟ منتظر شما بودیم. خودتون گل بودین، این کارا چیه کردین؟ قابل شما رو نداره. فیروزه به مشاله چه قدی کشیده؟ بله مشاله قد و قوارش به باباش رفته، اما شکل و قیافش مثل خانواده ماست. بدش من، بهش من قربونه. آره اصلا با حلال زاده همیشه به داییاش میکشه دیگه. نکن گریه میکنه، به تو لپشو خودم بکشم. من سمدم لپ اینو بکشم. ما هم که دیگه هیچی عالیه خانم. نه شما که اصلا بحثتون جداست. آبچی شما چه شمایی؟ بفرمایید بشینین داداش. چرا وایسادین؟ دلتون نمیاد؟ شوهرت کجاست؟ الان خدمت میرسه. ببین اگه رفته تو قیافه و میخواد قمپوز در کنه، بگو خودم خدمتش برسم. فیروز حرفا چیه داداش؟ شما بفرمین بشینین تا من یه چایی بریزم بخورین، اونم میاد. چایی که میخوریم ما دو ساعت خدمت شماییم دیگه. چای شیرنی، شام، میوه، هرچی هست میخوریم و میریم. میخوریم و میریم دیگه. آبجی حس کن بار خورده بهمون دیگه، هر چی داری بیا بریز بفاش. البته ما بر دیدن خودتون اومدی. بله بله، همون موقع خوردن هم دیگر هم میبینیم. صمیمی‌تر هم اساسه. آهش میکنه عمه جون، تو هم میخوری چایی؟ دوتا منم میخوام. تو که چای به زور میخوری، یعنی چه وقت چای خوردن؟ اونم دوتا. نه من فرق میکنه، همه چی میشم. الهی این چیزی. بفرمایید بشینین تا من یه چای بریزم. نصرت هم اومده. بفرمایید. خونه عمش خودشو پیدا کرد. رانیکا درست بشین اونجایی بشی، کمیت فشار میاد نمیتونی بخوری. درست بشین. باشه. خیلی خوش اومدید آبجی. سلام داداش. دخترم و احوال شما با آقا فیروز گل، احوال شما چطوره؟ بیاد من بیاد ببینم. دایی سلام. قربونت برم. سلام دایی، چطوری؟ حالت خوب؟ آقا دلمون برای تو یه ذره شده. باور کن. چطوری دایی؟ بده بیاد بینم. چطوری؟ بشین بشین. خوش اومد. خیلی خوش اومد. دخترم خوبی؟ ببخشید دیگه. نصرت دارم چایی میریزم، میخوری؟ آره چند تا بردار بیار. شما خوبی؟ لطفاً ببخشید دیگه، من یکم دستم بند بود، اینه که یکم تأخیر داشتم. نصرت دستت بنده چی بود نصرت؟ چی دستشویی گرفته بود، این تاقش این آب زده بود بالا، اینه که داشتم یکمی بازش میکردم. باشو برو به کارت برس. باشو برو به کارت برس. بله حالا میرسم خدمت. برو. ای بابا تو که باز رفتی، بیا چایی آقا. آره من میگم. داداش بفرمایی. آجی دستشویی که بنده، من برم تو ظرفشویی دستم بشونم. ای بابا. داداش شما بفرمایی. داداش الان کوف میخوره. باشو. باشو. بفرمایی. پیس کن ببینم. یا بابا. یه کاری کرد اشتهامون کور شد. داری مغلطه میکنی؟ بزنی زیرش. وا مغلطه چیه؟ میگم حالم یه جوریه. حالت هر جوریه به من هیچ ربطی نداره. قول دادی انگولتم نیار. داداش صابون میخوای؟ نه آبجی همین مایه از خوبه. بابا منم بریم. یا بابا بگی دستو مرگ میده. بشیم سیاستشه، میخواد روحیمونو خراب کنه نتونیم بخوریم، ولی ما چی؟ میخوریم. باری کلا آفرین میخوریم. فقط یه روز یه مسئله یه اون با شما خیلی سرد سلام علیک کرد، ولی دست من خیلی گرم فشار داد. دو بار بشور، نه سه بار، سی بار بشور، ولی هرچی آوردن باید بخوریم. مرگو بکشه دست دیگه. پس هرچی آوردن میخوریم. یه نفس عمیق. آماده این؟ بله بریم بخوریم. بریم.
خب چی شوهر شیرنی چیزی نگرفته باش بخوریم؟ والا رفت بخره فکر کنم یادش رفت. افروز جون همون بهتر که نخرید، داره شکم در میاره. دردش داره در میاره. الان 4 5 ساله داره فیروزی نعم می‌کنی اینور اونور می‌بری. خب همون دیگه، اگه بخوره بیشتر میشه. اما یکی دیگه. مادر اون چای داغو چجوری خوردی؟ وقتی شیرنی ندارن الکی شکمتو با چای پر نکن. چای آبه. شکمت خالی نگرد روزی شام. دیگه نمیخوام. بابا چای خیلی هم پر نمیکنه شکمو. آب زیپ. خب بازم خوش اومدین. ببخشید دیگه تموم شد. چیزی احتیاج داری برام بیارم. خیلی خوبه که میخوای زحمت بکشی پاشو نلبکی بیار. چای دیوانه با نلبکی؟ بله تو که میدین من عادت دارم چای رو بریزم تو نلبکی فوت کنم بخورم. اصلا من چای نمیخورم به خاطر فوتش، وگرنه من که چای خور نیستم. دایی چیزه دایی جان پاش برو دوتا نلبکی بردار. کجا؟ چیزه تو همون سبد ظرفاستی گیری. آره برو آشپزخونه میبینی. داداش میگم این زحمت بکش هر روز آینده بیا نگاهی به چای فاضله با ما بنداز. کجاش؟ خب میدونی آخه کجاش؟ حالا مگه نیروگاه هسته‌ای که نیست دیگه، یه جاییش دیگه. خب احتیاج به یه آدم دست به آچار داره دیگه، عین داداشم. بله داداش شما هم که ماشاءالله دست راستش آچاره. البته شما هر وقت ام بفرمایید بنده در خدمتتون هستم. لازم نکرده شما زحمت بکشین، من خودم یکی رو میارم. دو هفته است قراره یکی رو بیاره، سه بار تالا اختار اومده. تو همین یکی دو روز حلش میکنم. بله حلش میکنه. داداش راستی وامتون چی شد؟ وام که اون که حل آبجی. خب خدا رو شد، خدا رو شد. آره رفتیم بانک و خلاصه همه آشنا در اومدن، گفتن شما چون به هر حال آدم خیلی معتبری هستی اصلا احتیاج به ضامن نداری. خب خدا رو شد، خدا رو شد. حالا ضامن نداریم خب به پا نتره که. حالا چقدری هست وامت؟ 10 میلیون. خوب خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب الحمدلله حل دیگه داداش. اگه کمکی چیزی خواستی میتونی رو ما حساب کنی یا مگه نه؟ حالا که زامن نمیخواست بله، اگه کاری داشتی در خدمتیم. ما مخلص شما هستیم فیروز خان. حالا این وام رو کی میدن؟ به زودی. خب به زودی. آره به زودی گفتن. خب ولی فقط میدونین اشکال خیلی کوچ. کسی قرار بود بیا؟ باشو باشو نصرت با ما آوردن. علیرضا خانه عقمی احول شما؟ سه ماه اجاره خونت عقب افتاده، پول شارژم که ندادی. سلام عرض شد. علیک. خب گفتم ندارم، دستم خالیه، وام بگیرم همه رو یه جا میدم. نداری؟ دستت خالی، خونت پر از مهمانه. مهمون؟ مهمون کجا بوده؟ پس این کفشا چیه؟ اون وانت مال کیه؟ کفش؟ وانت؟ آدم تو سفره دراز میکشه؟ حتما با سر تو داد بزنن ساکت دیگه. اگه میخواستی؟ افرشون نعنا داری؟ نعنا بیستم دست دارم. آبجی این شوهرت کجا؟ والا داداش من آخه بر بچه ها ماکارونی درست کردم، میدونستم شما دوست ندارین، یه چند تا دونه کباب سفارش دادم رفته بگیره. دست درد نکنه، کبابم بد جور میچسبه. کباب پس ها بح. شکمتو با نون خالی پر نکن، هم ماکارونی هست هم کباب. بابا من خب عاشق چلو کباب و کباب و جگر و خوشگوشت. اینه بابا فیروزشه، بار بخوره همه چیو میخوره. بچه بویی داره. نگه میشه اگه ماکارونی خورده. ولی کبابو باز خورد، کبابو باز خورد. بابا من هم کباب دوست دارم بکارم. بخوریم تا جون دارین بخوریم. یه امشب و آبروداری کن خواهش میکنم. من از خونم بیرون میکنی درم میبندی. من قلبم غلط بکنم آقا شما مگه شارژتو نمیخواد؟ چرا شما مگه کرایه خونتو نمیخواد؟ قربونت برم من مگه نمیگم که ندارم؟ چرا؟ خیلی خوب دیگه من یارو امشب دعوت کردم اینجا، ببینم چه خاکی میتونم تو سرم بریزم. نداری که تو این همه ریخت و پاش میکنی. ریخت و پاش چی؟ قربونت برم من چی داری میگی؟ من یه دیس
ماکارونی با سویا گرفتم گذاشتم جلوشون که اینا بخورم، بعد من مخشون رو بزنم یه پولی ازشون بگیرم برم بانک، خب بعد وام من به غلطک بیفته یه پولی از بانک بگیرم بیام از خجالت در بیام که قربونت برم الهی من فدا بذار من مخشون رو بزنم. نه شما نمیتونی مخش رو بزنی. باز بریم باز سلام آقا کبابتون آوردم. ماکارونی با سویا دیگه چیزت؟ نه من احتمالا آدرس رو اشتباه اومده. من کباب کنگی سفارش... نه آقا آدرس اشتباه نمیدم. کوچه شهریور دست چپ پلاک 16 همینه دیگه. برای شماست دیگه. نه بابا از موقعی که این پلاک ها رو عوض کردن همه گیج شدن آقا. من کباب کوبیده سفارش ندادم که. کوبیده نیست زعفرانیه. بفرمی زعفرانیه. بلا هرچی. زعفرانی سیخی چند؟ 4500 9 سیخه. یعنی میشه 40500. بفرما بعد تلفن دار تومن پول شارجت رو مال سماه رو نمیدی. اتفاقا میشه 45000 تومن با گوجه. بفرما من دارم میگم که من سفار از پولم کن. من اگه پول داشتم که پول شارج رو میدادم، کرای خونه رو میدادم. میگم من کوبیده سفارش ندادم. کوبیده نیست زعفرونیه. بفرما زعفرونیه. حالا چه فرقی میکنه؟ آقا آدرس همینه، کوچه شهریور دست چپ پلاک 16. اینم پلاک 16. دست چپ، اون دست چپ خیلی مهمه. دست چپ الان از سمت شما میشه اون طرف نه این طرف. 16 از هر طرف 16 آقا. چی آقا 16 از هر طرف 16؟ مرد حساب 16 از اون طرف میشه 61. اصلا شاید خانومتون سفارش داده. زنگ بزن خانومت بیاد من تکلیف این زعفرانی رو معلوم بکنم. زشت مهمون داریم زشت آیا خودت زنگ میزنی یا من زنگ بزنم؟ میخوام دوخ میخوام. آب دیپو کباب بخور بکشی به جونت. بابا میخورم کبابم. بله نصرت چرا نمیه؟ اومدم یه دقیقه صبر کن. اومدم ببخشید تا شما شروع کنین منم اومد. خب سب میکنیم تا همه با هم بخوریم. حالا شما که ماکارونی دوست دارین بکشین، کبابای داداش آوردن. بفرمایید شما بخورین الان غذای منم میاد. من کباب میخورم. منم کباب میخورم. کبابم بخورین. کجا بشقاب خالیه بدونم ببینم. بفرمایید داداش. محبت کن زنده شو. قله ماکارونی بزن وسط نیست چه؟ میگی بابا ماکارونی دیگه با سویا دیگه چیه که حالا دل دردم بگیره. بابا بهتره صدا کنی بگی. بیا نوسیخ بود دیگه 45 تا. بله. دیگه آقا گفتم خانمتون سفارش داده. من کوبیده سفارش نداده بودم. زعفرانی آقا. حالا هر چی بفرمایید. این هم فاکتورش. بگیرش. خدا حافظ شما. بیا جان بده من. چیو؟ پول برای چی؟ آیه این پول شارژ هر وقت با ما گرفتی اجاره رو میرمی. آقای اقمی. آقای اقمی یه لحظه. سلام آقای اقمی. علیرضا خان. علیرضا. آقای اقمی. آقای به منم میگین چی شده؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ خودت دیدی دیگه. آقا من الان چیکار کنم؟ شما دیگه چیکار میخواستی بکنی که نکردی؟ فدا چم؟ اگه جناب علی به اندازه یه جلبک آی کیو داشتی با اون همه اشاره‌ای که من به تو کردم باید میفهمیدی چیکار میکردی چیکار نمیکرد. آقا مگه من کف دستمو بو کرده بودم؟ به منم بگین چی شده دیگه؟ چیزی نشده. آقامی پولشو میخواست، کرایه خونه‌شو میخواست. آقا یهو ار رسید گفت کباب زعفرونی. حالا هر چی بعدش هم خودت دیدی دیگه. حالا من داداشم چیکار کنم؟ امروز اعصاب من خورد نکن با داداشت. باشه من چه میدونم. برو بهش بگو که من یادم رفته بود که اصلا تو ماکارونی دوست نداری. تموم شده رفت. بیا برو تو بهش گفتم اینم منتظر کباب زعفرونی. خیلی خوب ببین اگه یه بار دیگه بگید زعفرونی هر چی دیدی از چش خودت دیدی ها. من زورم به داداش این نمیرسه برای میگیرم. چقدری بدش من بگی اونجا هم هست. سب کنم بیدون کنم. بگیم ده و دویست پنج چیزی کباب سیخی چندی گفتی؟ زهرم 4500. بیا این نوت و من دوتا سیخ کباب اینم 1250 گوجه بدی. زود باش مهمون داریم. نو سیخه سب. آقا من این کارشناسای شوهرمو گرو میذارم پیشت فردا پولشو میارم. قبوله؟ چه کارشناسایی به چه درد من میخوره؟ خب چی؟ میخوای من خودم تا صبح بیام گرو پیشت وایسم؟ چه خودت هم به درد من نمیخوری. حاجی از من پول میخواد آقا. اینو بگیر. کارت بده من. آقا این پول خب اینم کارت ملی من. باشه؟ دیگه 34 و 75 چه میارزه؟ ها؟ ها؟
دیر نکردن؟ احتمالاً این یارو که کباب آورده این منقلش آورده بالا، همین بالا داره میپزه که تازه تازه بده دست مصرف کننده. بخورین تا میتونین بخورین. من میخورم. بده من بشقاب تو. بابا بشقابش هنوز خالی نشده. الان مهم ظرف نیست، مهم اینه که این دیس خالی بشه. بذار بخورم بعد بریز. خودت چرا نمیخوری فیروز؟ بذار کباب من بیاد بهت میگم خوردن یعنی چی. واقعا دوغ بخور. دوغ برو غذا بخوری بشوره بره پایین. بابا دوغ. دوغ بریز براش. دل درد میگیری. شما چرا کم کشیدین؟ شامه دیگه، شما باید کم بخوری. بده من بشقاب تو. بده من انگولتم نیار. بده من. اتفاقا باید زیاد بخوری، سنگین شی، مثل سنگ بخوابی. همینه که داری محو میشی دیگه. در واقع منظور فیروز اینه که اینه یه گراز خوش بشی یه گوشه بیفتی. انقدر اینطوری بخوری. اینو بخورم مثل گراز خوش میشم. آره بخوریم بخوریم، مال دشمنه، بخوری. به 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 به، آقا کباب اومد، آوردمش. بفرمایید. به به، چه بوی کبابی اومد. این زعفرونی قربونت برم. آبجا یه کله پیازم میآوردی میخوردیم اشتهامون باز میشد، بد نبودا. شما مشغول شید من الان میارم. بیا بیا این قفه. بیا 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 این پیازو بگیر. دشمن من برو دیزه بدشم. همه یه کاری میکنم برات کارستان. قشنگ ردیفش کن کنارش. خب یه دست باشه، یه دست چورت. نخور مادر اونجوری نخور. چریه آروم بخوریم. میاد دیگه. به 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 به، آقا چه کبابی، کباب زعفرونی است. خدمت آقا فیروز گل. بفرمایید. داداش سنگ تموم گذاشی، دست درد نکنه. با من به تعداد سفارش دادم و اینا رو آورده میگه تموم کردیم. ما همین ماکارونی میخوریم، اصلا میل به کباب نداریم. میشه جونتون. آره این همه ماکارونی خوردیم. آره. عوضش زعفرونیه. خیلی خوب بابا، حالا 4 تا سیخ کباب که دیگه اینقدر کمپوز نداره، زعفرونیه. بابا به منم میدی؟ ای به چشم. یه رو داره. داداش این سفارشیه دیگه، میدونی درست کردن اینا چقدر سخته؟ یه رو؟ نه چیزه، این احتمالا این گذاشته وسط نونکین سیخو که کشیده یه ورش چسبیده جا مونده. افروز دیگه به اینا زنگ نمیزنه که کباب بیارن. ها ببین آبرو آدمو چجوری میبرن، تازه زعفرونی هم هست. آره دیگه زنگ نمیزنن. آره حیف حیف گشنم حوصله جرو بس با تو رو نداره. موشو جونت قربونت برم. موشو جونت بیار بابا بشقاب تو جلو. تو چرا قبل شب غذا میخوری؟ آخه بابا گفته خونه چی نکنم، خونه دایی بخوری. زن سفره به منم گفت. جانم شما چرا خودتون چیزی نخوردین؟ با من که غذا پختم، بوش زده زیر دلم. یه خود سبزی میخورم بو غذا برم، چربه برم. سیر نشدیم میخوام این دوتا تخمک بزنم؟ نه بابا. آبجی ما نمیخوریم سیر شیم که، ما میخوریم تموم شه این ماجرا. داداش نوش جونتون بفرماییم. نوش جونتون. میگم نصرت جون، شما میگن نون و ماستی، نون و ترشی چیزی میزدیم به بدن، بدنتون افت نکنه. نصرت ترشی نمیخوره که. از بچگی باباش بهش گفته بود ترشی نخور، بزرگی یه چیزی بچی. منم ترشی نخورد یه چیزی بشه بری نشده. شوخی میکنه. دوغ بز بشه بره پایین. آخه دوغ بده، دوغ بده، دوغ بده. بفهم گوشت بشه به تنت. هفته در نکنه. دوغ میکنی یا آخه
منم میخوام. رودل میکنی امشب؟ یه چایی نبات حله. میشه رو میبره پایین. دیگه نمیتونم. خب بابا این چایی نبات میشه رو میبره پایین. تا اینجا پره ولی مرد و گوله. بای کلا. خب داداش کاروبارو میخوای چیکار کنی؟ راستش آبجید این وامو که بگیرم یه فکری تو سرم هست که یه کارایی بکنم. چه خوب. خدا رو شکر. خدا رو شکر. بله خیلی خوبه، خیلی عالیه. نصف وامت که میره بابت قرض و قوله، الباقیش هم تو این وضع اوضاع دست اوناسیس هم بدین نمیدونه چه غلطی باش بکنه. بدبخت سکته مغزی میزنه در جا. همینجوری هم که نمیشه دست رو دست بذاره، بالاخره باید یه کاری بکنه دیگه. نه بله دست رو دست نذاره آبجی، دست شهر رو دستش برداره. دو سال پیش که تو سهمتو از کارگاه گرفتی کلی میشد، دادی دست این زد چفت قمپوزش رو داد هوا. ببینم الان با این چندرقات چی میخواد راه بندازه، چیکار میخواد بکنه. حالا میشه گذشته رو شخم نزنی؟ من شخم زدم؟ نه من شخم زدم، این گفت منم گفتم. بله حالا که 10 روز دیگه وامتون آماده میشه، همه شام جیگر مهمونه من. چهارشنبه میشه؟ بذار من حساب کنم. خیلی خوبه. امروز شنبه است، میشه شنبه 1، شنبه 2، شنبه 3. اون 10 روز از وقتی شروع میشه که من یه پولی بریزم به حساب که این وامم رو قلتک بیفته. آها. خب بریزید بیفته رو قلتک دیگه. میخوام بریزم ولی خب ندارم. صافشین وقتی میشینم به دلم فشار میاد. اونوری بیفت. خب داداش چقدی هست؟ شاید بتونیم رو ما حساب کنین ها؟ چیزی نیست، دارینه. خب چیزی نیست. میلیون؟ بله. ریال؟ توی گفتی کلی اعتبار دارم، از اون استفاده کن بیفته رو غلطک. البته من خواستم که اگه بشه این اعتبار رو پیش شما گیر بذارم. خب داداش پس میدی دیگه، یعنی وقتی 2.5 گرفتی، یعنی وامتو گرفتی، اون 2.5 پس میدی دیگه نه؟ بله آبجی، باید پس داد، قرضو باید پس داد. تموم شد رفت. از همش نقشه بود دیگه. چه نقشه ای داداش؟ همین مهمون دعوت کن و بریز و بپاش و کباب بخور. خیلی خوب که من 2.5 بدم به تو وامت بیفته رو قلتک. نقشه چیه آقا فیروز؟ من گفتم اگه قراره به کسی رو بندازم به یکی رو بندازم که یکم به نزدیک باشه. همین. کسی هنوز زاده نشده که از تو یکی به من دورتر باشه. کت منو بده برم. بریم. ای بابا کجا؟ لباس منو بده ببینم. کجا میرین داداش؟ من تازه می‌خواستم تخم کدو بیارم، خودم بو دادم. اینجا همه چی داره بو میده دیگه، تخم کدو پیشکش. بده منم کجا؟ بابا فیروز آبجی زحمت کشید تخم کدو بو داده، بخوریم بعد بریم. میگم میریم، یعنی میریم دیگه، انگلتم نیار. پاشو ببینم بچه. پاشو ببینم یالا. فکر کنم من خوردم. این حرفو چی میزنی؟ این حرفو چیه کدومه؟ همینه دیگه، مگه دروغ میگم؟ منو آوردین اینجا که بذارینم تو آمپاس. آمپاس چیه؟ دارم میگم به اعتبار من. تو اگه 2000 اعتبار داری که نداری، به خاطر خواهر منی که زن توه. خب به اعتبار خواهرت بده. راست میگه، به خاطر من. تو اگه عرضه داشتی پول بی زبونو نمیدادی دست این که گند بزنه تو. بازار بالا پایین داره آقا فیروز. چی شد اون اولدرم بولدرمت نبض بازار تو دست منه، بازار تو انگشتای من، سر من یکی نمیتونی کلا بذاری. کلا چیه داداش؟ به خدا سوء تفاهم شده. سوء تفاهم چی آبجی؟ من بچه‌ام. شما بزرگی داداش، بزرگی کن، ببخش. آخه چقدر ببخشم؟ چقدر چشامو من اگه الان حرف نزنم مثل کپسول منفجر میشم. آخه کار یکی دو روز نیستش که، همیشه به عروسی ما اومدن گفتن نصرت دستش تنگه، بذار اینام یه لباسی بپوشن امشب جشنشون بشه. به خاطر تو که خواهرمی گفتم چشم. هرچی اسکناس بود ریختن رو سر این، هرچی نقل و سکه بود کوبیدن تو فرق سر من. بابا کله من مثل جاده خاکی پر تپه چاله شده بود. من گفتم چون این شوهر خواهرم خف خون گرفتم. چه سکه پاشتن رو سر ما؟ من بغل دست تو وایساده بودم، ما اگه سکه پاشته بودن که بعد به سر منم میخورد. مغلطه نکن تو تاج سرت بود، اینه کلاه خود عمل میکرد. بعدش هم تو از اینکه زن من شده بودی انقدر ذوق زده بودی که اصلا حالیت نبود. من ذوق زده بودم؟ من ذوق زده بودم بعد
داشتم گریه میکردم. عشقی شوق میریختی. اصلا همچنان. ببین آقا فیروز، ببین آقا فیروز، مهمون احترامت واجب، ولی هرچی از دهنت درمیاد داره میگی. اگه همین آبجی من زنتو نمیشد، تو نمیتونست خودتو جمع جور کنی. اگه آبجی منم زنتو نمیشد، تو هم نمیتونست خودتو جمع جور کنی. کدوم جمع جور؟ کدوم جمع جور؟ دیگه آخرش هم کاسه گوزارو شکستن تو سر من. آه بس دیگه. مثلا اومدیم با هم آشتی کنیم، همه چی تموم شه بره. اون مثلا قدیمه بود، گذشت و رفت. چی گذشته؟ گذشته گذشته. برای من اصلا هم نگذشته. کچلی من اصلا اون شب عروسی شروع شد. انقدر عصبی شده بودم، داغ کرده بودم، تمام نقلا آب شد، چسبید آب نبات شد به کلم، موام ریخ. وگرنه من مو داشتم اندازه جنگل. تو که یادته؟ بگو موام پر نمیشد، میریخ جلو چشام. آره ترهات هم یادمه. ببینم چی شد؟ میگفتی دو سال پیش که سهمشو گرفتی چی بود؟ میگفتی که تا دو سال دیگه یک کارگاه تمام. و چی شد پس؟ اینجا دیگه جای ما نیست. بچه رو بغل کن بریم. اونم بلند کن بریم. فیروز ول کن تو رو خدا. اون کاپشن بچه رو تنش کن بریم. فیروز بلند شو بابا. بلند شو بابا، میخوایم بریم خونه. تنش کن بیارش. بابا اینجا چی خراب شده رو درش با کنیم؟ من برو الهی من نمیرم. شما کجا داری میان؟ بابا بچه رو نمیتونم بایستم اینجا که نه بابا آبجی، مگه خوشون کشی جانی؟ سرما میخوری سرده خبر بابا رو بیخبر نزدیم. بابا رو بیخبر نزدیم. بابا رو مادر خوبی؟ اگه خوب بود که الان این مارمولک از سر کونه من رفته بود بالا. همش تقصیر توه دیگه. هی گفتی بخور بخور بخور. تقصیر منه؟ آره. یا تقصیر اون خانداد چته که اومد کونه ما تای سفره رو در آورد، دو تا دیستم پختک خورد. خب تای سفره اونو در می آوردی، چرا بچه رو وارد بازیتون کردی؟ به من اگه ماکارونی دوست داشتم که الان 6 تا دیست خورده بودم. بعدش هم تقصیر تو، هی گفتی بریم بریم. مگه من سال تا سال خونه داداش تو پا نمیذاره؟ ای بابا یه اتفاقی بود، گذشت رو ول می‌کنی. الان فکر پوریا باشین داره میمیره. بمیرم برات مادر. نمون لب و فروشی نگردم. ای بابا. بابا فیروزی که جا نداریم دیگه. بابا میخوام آدرس بپرسم. ای خیلی خوب، بزن کنار. آقا ببخش خسته نباشی. چقدر بدم؟ آخر شبه. لبو نمیخوام. باقالی؟ آقا باقالی هم نمیخوام. میخوام ببینم این دوره برای درمانگاه کجاست. زاو داری؟ نه داداش، گاوم زاییده. این طرفا که دامپزشکی نداری؟ آقا میخوام این بچه رو ببرم. بیا بیا یه تیکه از این بهت میدم، شیرینه، بخوره هضم میکنه. بابا نمیخواد، جا نداره. آقا جان میگم جا نداره. اگه یه ذره شیرینی یه ذره بده. نه بابا جان، درمانگا این دوره برا کجاست؟ اینجا که نیست ولی جلوتر بری هست. برو آقا جون، برو راه بیو. برو خیلی دوره. خیلی نه ولی بری جلوتر میبینی. اینجا آلیه در رو بکن. داشت کمک نمیخوای؟ نه بشین کجا، من میخوام برم. دو دقیقه بشین الان برمیگردم. روشو بپوشون، روشو بپوشون، سرما میخوره بچه. بابا این دیگه الان جا نداره چیزی بخوره. زن دادم منم باهاتون بیام. نه نه نه، حالا اینجا خوب هست؟ رستوران که نیومدیم، درمانگاه دیگه. دکتراش چی؟ دکتر دکتره دیگه. حالا یکی اسم در کرده یکی نکرده. پذیرش پذیرش. سلام خانم. سلام. خسته نباشید. دکتر هست؟ بله اسمت؟ آقا بیان بردارم فوتبال نگاه میکنم. آقا ببخشید. این فکر متخصص دیگه. چه تخصصی میخواین؟ عمومی. بله فقط باید چند لحظه منتظر بمونید، بیمار دارن، بعد شما برید داخل. آقا یه لحظه حواست این بچه باشه معلوم برمیگرم. ببخشید عفته؟ افاده سوزنچیان. سوزنچیان دکتر دارن؟ آره آره، فقط باید یکم معطل بشه. من تو رو خدای خود زودتر، این بچه حالش خوب نیست. مگه بچه تون مریضه؟ نه پس من مریضم. خانم شما که اسم خودتون رو گفتین. خانم اسم من رو پرسید، من هم اسمم رو گفتم دیگه. با یه برو به بچه برس اونجا درازی مونده. دفترچه که نداره؟ چرا داریم، سه ماه از اعتبارش مونده، ولی خب برای آدم مهمونی میره که دیگه دفترچه با خودش نمیبره. آزاد حساب کنم دیگه. کار دیگه ای میشه کرد؟ وقتی دفترچه نداری باید آزاد حساب کنم. بکن هر کاری که صلاحه بکن. نوزده تومن. دو دو چهار جمعش میشه هشت. بیست و دو چهل و هشت. چی فهمیدی؟ رمز کارتو میگم. میگم بیست و دو چهل و هشت. دستگاه کارتخونمون قد. افه پول داری؟ سکوت آقا؟ فیروزه؟ بله فیروز. چی؟
چقدر؟ خب فیروز تو که میدونی من پول نقد با خودم هم نمی کنم، میذارم تو آبرم. من الان میرم برمیدارم. ببین شارژم داره تموم میشه، من میگیرم میارم. فیروز مرد. چی شد؟ شما میمونی یا با من میای؟ کجا؟ من برم یه آبر پیدا کنم، یه پول نقد بکنم بردارم بیارم. اگه یه خورده میخوای من همرامه. نه چه کاریه، من پول نقد رو ریختم تو آبر، برای همین وقتا دیگه میرم میکنم برمیدارم میارم. آقا بهروز من 30,000 تومان همرامه، اگه کارتون حل میشه که بفهمی، اگه بیشتر میخوای دیگه نمیدونم. نه نمیشه، نمیشه. نمیشه یعنی کمه؟ یعنی منظورم اینه که بعید میدونم بیشتر از 30 تومن بشه. خب بگین، شاید بخواین یه چیزی هم بخرن. عالی خانم، شما میمونی یا با من میای؟ خب دیگه نمیخواد که بریم آبربان. باید این پولو برسونم به فیروز اینا. آره آره میام. بله بهتره، اینجا تاریکم از خلوت. بفهم شما خواهش. سلام آقای دکتر. سلام آقای دکتر. سلام. سلام. چی شده؟ دلش درد میکنه. بذارینش رو تخت. چشم آقای دکتر. از که اینجوری شده؟ بعد از شام. چای نبات هم خورده ولی افاقه نکرده. چند سالشه؟ 7 سالشه آقای دکتر. کجا آقا؟ مریضمون آوردن اینجا، گفتن پول باید بیاریم براش، بچه کودکی. اینجا باید پرداخت کنید. شام چی خورده؟ ماکارونی. کبابم خورده. زیاد؟ کباب نه، ولی ماکارونی زیاد. تقریبا زیاد. چرا اینقدر بهش دادیم بخوره که به این روز بیفته بچه؟ معمولا زیاد نمیخوره. تقصیر کار که مهم نیست آقای دکتر. آقای دکتر، آقا من یه بار به بچه میتونم بگم نخور، دو بار میتونم بگم نخور، دیگه از حلقش که نمیتونم در بیارم بیرون که. نوشابه گازدارم دادین خورده؟ نه، ولی دوغ بیگاز خیلی خورده. بعد از شامم سیب و موز و پرتقال خورده. چیز دیگه نبود بدین این بچه بخوره؟ چرا، تخمه کردی بود داده بودن، ولی ما دیگه پاشدیم اومد. تازه لبو هم میخواستم که بابا برام نخره. دفترچه که نداشتی؟ چرا داریم، اتفاقا 3 ماه از مهلتش مونده، ولی خب آقای دکتر آدم مهمونی میره که دیگه دفترچه با خودش نمیبره. دست شما درد نکنه آقای دکتر. خیلی ممنون. خداحافظ شما. خدا. آقای احمد میرعلی. چی گفت فوزه کردی؟ دارم داد. خب خدا رو شکر چیزی نیست. بهش این سویچو بگی بچه برن تو ماشین، من برم دستشویی. آقای احمد میرعلی. سیستم قربونه. بره مادر الله. مگه میدونی کجاست؟ آره فیروز پرسیدم گفت اون بره. افت این سویچو بگی بریم تو ماشین بشیم، معلوم میای دستشویی برم. چی نوشته؟ هیچی، مسکن ملین داره. حتما بچه‌م درد داره که براش مسکن نوشته. نه عزیزم نگران نباش، اینا رو داره راحت بگیره بخوابه. بعد از سالی ماهی رفتیم خونه داداشمون که دلمون باشه از دماغمون در اومد. ما که نمیخواستیم اینجوری بشه، قسمت بود. رفتیم ختمه به خیر بشه، ختمه به شر شد. نمیدونم چه حکمتیه، مردم صد تا فامیل دارن، باهاشون میگن، میخندن، خوش میگذرونن. ما از دار دنیا یه داداش داریم، اونم اینطوری. ما اینجا کشکیم دیگه. خیلی من قربونت برم، تو ماهی، ولی من همین یه داداشو دارم. میدونم، شوخی میکنم. نمیدونم چجوری فیروز از خر شیطون بیارم پایین. دیدی که با چه بدبختی رازش کردم بیاد. ولی من فکر کنم پوریا که اینجوری شد، فیروز خان دیگه لج و لج بازی نمیکنه. چند روز دیگه پسرمون رو دعوت کن یا خونمون، همه چه ختم به خیر بشه. داره بارون میاد. آره چقدر خوبه. بدبخت شدی. عالی خانم، حالتون چطوره؟ افتادم. از کجا افتادین؟ طوریتون که نشد؟ دانشگاه میگم. اگه پولتون میخوای همینجا وایسا ساکت بده دیگه. چیه؟ اجاره رو. بهروز مشتاق؟ من بهروزشونم. به مسئولش بگو بیا اینجا، باید پولم بشه. بذار کمر بندمو بکنم. امید به سوت و کوره؟ آره خبری نیست. به زرس قاطع میتونم بگم مدرسه امروز تعطیل نیست. به چی؟